روز چهارشنبه روزنامه حکومتی جهان صنعت اعتراف کرد که نظام در قعر جدول تورم در رتبه ششم دنیا در کنار ونزوئلا و سودان قرار داره. این در حالی که آخوند رئیسی مدعی مهار تورم و افزایش اشتغال و خلاصه ادعای رو به جلو بودن اوضاع اقتصادی رو داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک، عضو شورای ملی مقاومت ایران. با سلام به شما آقای دکتر تسوجی، خوش اومدیم به این برنامه. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شما و تمام هموطنان عزیزم، و اجازه بدید قبل از اینکه به سوالات پاسخ بدیم، اولا از قیام آفرینان در ایران به خصوص خلق قهرمانمون در زاهدان درود بفرستم و واقعا که دست مریضات. در ضمن تشکر کنم از هموطنانی که الان در مونیخ در تظاهرات هستن، چون این از نظر ما خیلی مهمه که دوهم بفهمه که مردم در صحنه چی دارن میگن، در کف خیابون چی دارن میگن، و پیام اصلی این انقلاب هم همون نشاه نخومینی هست که البته میدونید که رژیم از بابت این بیانیه‌ای که در کنگره هفته قبل 165 نفر امضا کرده بودن و الان هم خیلی بیشتر از اون هست در رابطه با حمایت از مقاومت ایران بسیار سوخته است، ولی پیام همون پیام نشاه نخومینیه در کف خیابون. در ضمن من میخوام همچنین تسلیت بگم به همشهریام در خوی. من خودم متولد شهر خوی هستم به خاطر زلزله‌ای که شده، و بگم که در حد توان همونجور که فراخوان دادن ما در حال تهیه کمک‌های مالی هستیم که از طریق نهادهای غیر دولتی و به صورت کسایی که معتمدین محلی شروع کردیم رسوندن و باز خواهیم رسوند. خواستم اینم گفته باشم. در خدمت هستم. بله، درود به شما آقای دکتر، نکات بسیار مهمی روش انگشت گذاشتید، مخصوصا در رابطه با هموطنانمون همشهری‌های خودتون در شهر خوی. آقای دکتر، سوالم این بود که این قرار گرفتن در قعر جدول تورم با ادعای رئیسی اساسا همخونی نداره، واقعیت چیه به نظرتون؟ اینو توضیح بدین لطفا. بله، خب ببینید، این رژیم مشهور است به دجالگری. این رژیم رژیمیست بسیار بسیار دروغگو، رژیمیست رقمساز، رژیمیست که دروغ و دجالگری توش نهادین است. همون چی خود می فرمیدین، این ادعایی که میکنن که تورم رو کنترل کردیم، اگه یادتون باشه خود رئیسی هم با این چیز اومده بود سر کار که تورم رو تکنیکی بکنیم، ولی آمارسازی هایی که اینا میکنن خیلی جالب هست. مثلا خود بانک جهانی در رابطه با آماری که رژیم میده، اجازه بدین اونو بگم بعد جواب خود بانک جهانی رو بگن. ادعایی که رژیم داشت در سال 2022 درآمد ناخالص ملی ایران 2.9 رفت بالا، در صورتی که میدونید در ایران یک رکود اقتصادی بسیار بسیار بالایی هست. همچنین برآوردی که رژیم میکنه در رابطه با همین درآمد ناخالص ملی GDP برای سال 2023 یه چیز نمون نزدیک 2.1%. در نظر بگیرید در 5 سال گذشته به طور رسمی درآمد ناخالص ملی ایران منفی بوده. خب خود بانک جهانی میگه که در با نظر گرفتن اینکه کشورهای در حال توسعه از قبیل برزیل، مکزیک، نمیدونم عربستان، هند، آفریقای جنوبی همگی GDP منفی داشتن در 2 سال گذشته، بنابراین آمار ارقامی که دولت ایران میده به طور واقعی غیر قابل قبول، یعنی در حقیقت دروغه. بنابر چیزایی که خود پیشبینا که خود نهادهای بین المللی میکنن از جمله همین بانک جهانی، در ایران تورم به صورت در 3-4 سال آینده به صورت سیستماتیک 25% حداقل خواهد بود. خود آماری که هست تورم نقطه‌ای در ایران یه چیزی نزدیک 50%، ولی اگه مواد خوراکی و ارزاق عمومی رو حساب کنین
این تورم بالاتر از 70%. اگه اجازه میدید من یه آماری رو از خود از اکو ایران تورم نقطه به نقطه استانا رو که دادم براتون بخونم. تورم در مازندران 71%، آذربایجان غربی 72.6%، کرمان 73.1%، سیستان و بلوچستان 84% و الی‌آخر. خودتون میدونید که میانگین این تورم ها بالای 70%. بنابراین حرفی که رژیم میزنه در رابطه با مسئله تورم یه چیز کاملا و کاملا غیر واقعی و شانداز شده. ببینید مسئله اصلی تورم در ایران به خاطر نقدینگی بسیار بالایی که تو در داخل کشور است. این نقدینگی دلیلش اقتصاد بدون پای و اساس ایرانه. یعنی این رژیمی است که به هیچ وجه مسئله اقتصادی رو نتونسته حل کنه چون مسئلهش نبوده. مسئله کسری بودجه فقط همین دولت کابینه همین رئیس رو نگاه کنید، کسری بودجهشون که ریخته بودن در سال گذشته 40% بود، به طور واقعی از این خیلی بیشتره. این کسری بودجه رو با چاپ اسکناس پر کردن، یعنی پولی که نداشتن به کارمندا بدن، به سپاه بدن، برای کار عمرانی مصرف بکنن، این رو اومدن اسکناس چاپ کردن. طوری که قبلا من بارها هم گفتم رئیس سابق بانک مرکزی میگفت آماری که میداد از چاپ اسکناس بدون پشتوانه واقعا نجومی بود، یعنی اصلا یه چیز غیر قابل تصور بود. خب این نقدینگی خودش باعث تورم میشه. یعنی در تمام چیزهای بین المللی که نگاه میکنید برآورد اینه که این نقدینگی که به این صورت اینا در بازار ریختن تورم زاست. حالا چطور ممکنه اینا بدون اینکه مسئله واقعی بودجه رو تونسته باشن حل بکنن و فقط با به اصطلاح همین چاپ اسکناس بدون پشتوانه، خب چطور میان میگن که تورم اومده پایین؟ بنابراین به طور کلی بگم مسئله دیگه که در ایران هست شاید بشه اشاره کرد، حالا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، ولی مسئله بیکاریه. مسئله بیکاری در ایران، یعنی تولیدات خیلی پایینه، بیکاری در ایران وحشتناکه، بخصوص در قشر جوان و بانوان. آمار رسمیشون 22%، ولی آمار واقعی بالای 50-60% بیکاریه. یعنی در ایران یک تورم ابر تورم هست، هایپر اینفلیشن، تورمی که اصلا غیر قابل توجیه و تصوره. از طرف دیگه رکود اقتصادی بسیار شدید هست. رکود اقتصادی یعنی تولیدات نداریم، کار نیست. بنابراین اینا رو بزنین در حال، یعنی با هم دیگه نگاه کنین، یه حالت به اصطلاح رکود و تورم با هم استکلیشن، بله. و هیچ چشم‌اندازی برای به نظر من مسئله اقتصادی ایران نیست و این کاملا این مسئله ساختگی است که ادعا میکنه که تورم رو کنترل کرده. آقای دکتر، رسانه های حکومتی از باند خامنه‌ای مدعی از سفر رئیسی به چین حاکی از گشایش اقتصادیه. آیا واقعا با سفر به چین رئیسی تونسته محاصره اقتصادی رژیم رو دور بزنه؟ بله، ببینید اینها خود رئیسی، این که میگیم دجاله، همینه. یه مدت اون اول که اومده بود شروع کرده بود به امید درمانی، بعد گفتن وعده درمانی، بعد یه مدت انشالله درمانی میکرد، الان هم داره سفر درمانی میکنه. به نظر من آخه چطور میتونه یک مسافرت بیاد مسائل اقتصادی مملکت رو حل بکنه؟ ببینید، من اگه اجازه بدید یک تفسیر از خود آقای محمد قاسم محب‌ولی، ایشون مدیر کل خاورمیانه در چیز سابقه وزارت امور خارجه بودن، در رابطه با این سفر ایشون میگه که هر میزان ایران بتواند روابط خود را با سایر کشورها توسعه دهد، میتواند به جایگاه خود در حوزه بین المللی اعتبار بخش بود. این که خب عامه، طبیعی است که مشکل ما این نیست که چینی ها تا چه اندازه میتوانند به ایران کمک کنند. مشکل ما این است که ایران تحریم است و مشکلات متعددی از جمله نقل و انتقال مالی دارد. بنابراین چین تلاش میکند منافع کشورش را و به دلیل ارتباط با ایران به خطر نیفتد. سطح چین، روابط چین با آمریکا، این به نظر من خیلی مهمه. سطح روابط چین با آمریکا با ایران قابل مقایسه نیست. چین با آمریکا بیش از 600 میلیارد دلار
مبادلات تجارتی دارد، در حالی که با ایران 15 میلیارد دلار روابط دارد. یعنی چین به هیچ وجه نمیتونه مسئله ارتباطات اقتصادیشو با چین فدای رابطه با ایران بکنه. یا در خود اون قهرمانپور یه پژوهشگر مسئله بین‌المللی میگه که چین میخواد از ایران به عنوان وزنه تعادل در منطقه استفاده کنه. ببینید این سفری که شد، هیچ، البته ایران خب دوست داره که مسائل تحریم رو حل بکنه. ایران تحریمی که روش هست، تحریمی که روش هست خب خیلی لطمه زده به مسائل اقتصادیش. البته بدون تحریم هم مسائل اقتصاد ایران لطمه خورده بود، چون این اقتصاد ایران اقتصادیست کاملا بیمار، اقتصادیست مافیایی، اقتصادیست که همه چی رو در دست سپاه دادن، یه قشر خاصیش، هیچ حساب کتابی هم نیست. اینها هم بارها هم صحبت کردیم. شاید اینها میخوان، ببینید ایران الان به اون 12 کشوری که اون چیز شانگهای میگن، گروه شانگهای پیوستن، این گروه شانگهای تقریبا هیچ نزدیک 20% اقتصاد دنیا رو یا سطح اقتصادی دنیا رو نمایندگی میکنه، که 78% خود چینه. یعنی در واقع هیچی. شاید اینا میخوان این به صراحت وچه رو یا این نموده رو به مردم بدن که ما هم میتونیم مثل اقتصاد چین، که خب اقتصادی خیلی عقب افتاده داشت ولی واقعا الان دوم اقتصاد شکوفای دنیاست، از اون طریق برسونیم. ولی واقعیت هم اینه که اقتصاد چین از سال 1972 که نیکسون رفت چین و اون ملاقات با ماو تسه‌دونگ رو داشتن و یه پینگ پونگ بازی کردن، تا سال 2000 هیچ تکونی نخورد. یعنی 28 سال تکونی نخورد. بعد از این که یه مقدار بازگشایی سیاسی شد، گشایش سیاسی شد، و بعد از این که چین به صندوق تجارت بین‌المللی پیوست، به اون نهاد، شروع شد گسترش چین. در این رابطه ایران هنوز FTAF رو حل نکرده، ایران هنوز مسئله پیوستن به بانک، یعنی مسئله سویفت رو حل نکرده. بنابراین سخن را اگه کوتاه بکنم، چون در این رابطه من میتونم ساعت‌ها صحبت کنم، این مسئله پیوستن و سفر به چین هیچ مسئله اقتصادی از ایران رو حل نمی‌کنه. مسئله اقتصادی ایران مسئله است که فقط و فقط از طریق سیاسی، آن هم سرنگونی این رژیم و آبادان یک رژیم به اصطلاح مردمی، قابل حل هست. اقتصاد کلن در دنیا، اصلا جهان، جهان بعد از سیستم انفرماتیک اون جهان سرمایه‌داری عوض شده، پیشرفت عوض شده، نوع اقتصاد عوض شده، ولی ایران هنوز و هنوز در همون سالهای ما قبل چه میدونم در قرون وسطا اینا گیر کردن. سخن رو کوتاه بکنم، به نظر من این هیچ تأثیری در رابطه با گشایش اقتصادی برای مردم یا برای مملکت ایران نخواهد داشت، متأسفانه. خیلی ممنون دکتر تسوجی به خاطر حضورتون تو این برنامه و نکات ارزنده‌ای که گفتید. تشکر بکنم همه شما و عزیزان رو به پروردگار یکتا می‌سپارم. پیروز باشید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.